حدود یک ماه قبل دختری که بارها به خونه یه پدر و مادرش میره تا بهشون سر بزنه از اونها بیخبر بوده کلی تحقیق میکنه اما نشونه ای از اونا پیدا نمیکنه و نهایتا به اداره پلیس میاد سلام رفقا مهدی هستم همراه و روایتگر پرونده های جنایی از کانال مهدی تیوب امشب هم با یک پرونده عجیب و دلخراش از ایران این بار تهران در خدمت شما هستم خوشحال میشم برای اینکه از کانال خودتون حمایت کنید صفحه ما رو سابسکرایب زنگوله کنارش رو فعال و ویدیو رو لایک کنید بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و شما رو به شنیدن ادامه و جزئیات پرونده امشب دعوت میکنم 26 شهریور امسال بود که دختری به اسم شیوا حدودا 38 ساله به همراه همسرش که اسمش امیر بوده به اداره پلیس میاد و توی گزارشی عجیب میگه بالای 6 روزه که از پدر و مادرش خبر نداره این دختر میگه هفته پیش بود که تصمیم گرفتم تا به خونه پدرم برم و بهشون سر بزنم شیوا میگه پدر و مادرم تنها زندگی میکردن و من هر از گاهی بهشون سر میزدم به جلوی در خونهشون که رسیدم احساس کردم که چیزی شده آخه پرده های خونه کشیده شده بودن و این اصلا سابقه نداشته پدرم هیچ وقت دوست نداشت پرده های خونه کشیده میگفت همیشه باید نور وارد خونه بشه زنگ در خونه رو زدم اما کسی جواب نداد چند بار زنگ زدم هیچ کس نبود که در رو باز کنه نگرانیم بیشتر شد رفتم جلو در خونه همسایه هامون تا از اونا پیگیر بشم همسایه ها هم گفتن خبری از پدر و مادرم ندارن اما یکی از اونا که با پدرم صمیمی بود به هم گفت سه روز پیش پدرم به همراه مادرم جوری که برای مسافرت آماده شده باشن از خونه رفتن و دیگه برنگشتن. این مرد به هم گفت پدرم حتی بهش گفته بوده که چند روزی نیستن و اون از خونمون مراقبت کنه شیوا میگه کمی از نگرانیم کمتر شد من به خاطر بیماری اعصابی که دارم خیلی کم از گوشی تلفن استفاده میکنم برای همین فقط حضوری پیش پدر و مادرم میرفتم و از این موضوع خبر نداشتم این دختر تو ادامه اظهارات خودش میگه دو روز از این ماجرا گذشت اما همچنان خبری از اونها نبود من چند بار هم سعی کردم تا باهاشون ارتباط تلفنی بگیرم اما تلفنشون رو جواب نمیداد نگرانیم بیشتر شد هر روز به جلو در خونمون میرفتم ببینم برگشتن یا نه اما هیچ خبری ازشون نبود به شوهرم هم چیزی نمیگفتم که نگرانش کنم یک هفته گذشت من هنوز از اونها بیخبر بودم برای همین تصمیم گرفتم تا موضوع رو به همسرم بگم شوهرم امیر سعی کرد آرومم کنه و اون هم اون روز تا جایی که میتونست با هر جایی که احتمال داشت اونها اونجا باشن ارتباط گرفت اما کسی از این دو نفر خبر نداشت ترسیده بودم فکر میکردم براشون اتفاق بدی افتاده همسرم همش سعی میکرد منو آرومم کنه و میگفت نگران نباشم حتما به مسافرت رفتن و بر میگردن اما من آروم و قرار نداشتم چون که توی این یک هفته هر چقدر به اونها زنگ هم میزدم تلفنشون خاموش بوده برای همین با اصرارای من همسرم قبول کرد تا به اداره پلیس بریم و گزارش مفقودیشون رو ثبت کنیم پلیس بعد از این گزارش اظهارات شیوا رو ثبت میکنه و تحقیقات برای پیدا کردن پدر و مادر این دختر شروع میشه امیر اما توی اداره پلیس هم به مامورا میگه نیازی به نگرانی نیست وضعیت مالی پدرزن و مادرزنش خیلی خوبه احتمالا برای مسافرت به جایی رفتن ولی این وسط مامورا سعی میکنن تا با تلفن این افراد ارتباط برقرار کنند. اما از اونجایی که گوشی ها خاموش بوده متاسفانه نمیتونن تا از طریق تلفن اونها ردی ازشون پیدا کنند. برای همین وارد فاز دوم تحقیقات خودشون میشن عکس های حمید 60 ساله و ناهید 56 ساله به شعبات کلانتری تهران بزرگ ارسال میشه از طرفی از تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی و پزشکی قانونی هم استعلام های مورد نیاز گرفته میشه اما همچنان خبری از این دو نفر نبوده که نبوده جستجو برای پیدا کردن حمید و ناهید همچنان ادامه داشته که پلیس متوجه موضوعاتی میشه شیوا توی اظهارات خودش میگه پدر و مادرش وضعیت مالی خیلی خوبی دارن اونا توی مناطق پونک، تالقان و چالوس کرج ویلا دارن شیوا میگه من هنوز به اونجاها سر نزدم و نمیدونم که به اونجا رفتن یا نه اما توی این مناطق آنتن و برق وجود داره اگه اونجا باشن باید به تلفن جواب بدن مامورا آدرس تمامی این ویلاها رو از شیوا میگیرن و به تک تک اون خونه ها سر میزنن تو هیچ کدوم از خونه ها خبری نبوده پلیس با دستور قضایی به همه اونها سر میزنه اما یکی از ویلاها مورد توجه قرار میگیره مامورا وقتی وارد این خونه میشن از همون اول توی راپله لکه های خون پیدا میکنن احتمال میدن که اونجا اتفاقی افتاده باشه وارد خونه که میشن میبینن فرس های داخل هم رنگ خون به خودشون گرفتن توی اتاق خواب ها رو هم بررسی میکنن متاسفانه ناهید 56 ساله توی یکی از اتاقها در حالی که گلو و سینش با چاقو بریده شده روی تخت بوده و جنازش به شدت بو گرفته بوده از طرفی با بررسی های بیشتر پلیس مشخص میشه که حمید 60 ساله هم به قتل رسیده و جنازش توی قسمت زیرپله طبقه همکفه نیروهای امدادی با دستور پلیس از راه میرسن تیم تشخیص هویت و اثر انگشنگاری هم توی محله حادثه حضور داشتن و سعی میکنن تا ردی از قاتل پیدا کنند. اما هیچ اثر انگشتی از شخص مشکوک و ناشناسی توی ویلا وجود نداشته جنازه ی حمید و ناهید بعد از کلی بررسی به پزشکی قانونی منتقل میشه تا بررسی های بیشتر صورت بگیره کارشناسای پزشکی قانونی توی کالبوت شکافی که انجام میدن مشخص میشه که این دو نفر بالای نه روزه که کشته شدن و هر دو با یه چاقو به قتل رسیدن مامورا با مشخص شدن این موضوع تصاویر دوربین های مربوط به نه روز قبل رو بررسی میکنن توی تصاویر معلوم بوده که حمید و ناهید حوالی صبح به ویلا رسیدن ساعت حدودا نه شب هم شخصی در حالی که صورتش کاملا پوشیده بوده و لباس زیادی به تن داشته وارد خونه میشه تصاویر داخل خونه از اونجایی که قاتل هارد و دورمین ها رو با خودش برده متاسفانه در دسترس نیست پلیس توی این تحقیقات متوجه یه موضوع خیلی مهم میشه اونم اینه که این قتل توسط فرد قریبه ای صورت نگرفته. اونا احتمال میدن که یکی از بستگان این دو نفر مرتکب این جنایت شده باشن. چرا که قاتل به هیچ عنوان به وسایل داخل خونه دست نزده و همه چیز رو مرتب سر جای خودشه. پس قتل نمیتونه کار سارق بوده باشه. از طرفی اون شخص با کلید وارد خونه میشه و مشخصه که قطعا به وسایل شخصی اونها دسترسی داشته که تونسته کلید این ویلا رو پیدا کنه شک پلیس به سمت بستگان این دو نفر میره برای همین تقریبا همه کسایی که با حمید یا ناهید دچار اختلاف بودن یا یه جورایی از اونا خوششون نمیومده زیر نظر گرفته میشن شیوا همه کسایی که با پدر و مادرش اختلاف داشتن رو به پلیس معرفی میکنه طی بررسی های زیاد مشخص میشه که هیچ کدوم از اونها نمیتونستن قاتل باشن چرا که روز حادثه جای دیگه ای بودن و بابت اینکه این موضوع رو ثابت کنن مدارک کافی در اختیار پلیس قرار میدن الا یه نفر مدارکی وجود داشته که ثابت میکنه امیر میتونه توی این ماجرا دست داشته باشه پلیس فکر میکرد اون کسی رو اجیر کرده تا این جنایت رو انجام بده اما توی تحقیقات مشخص میشه خود این شخص توی ماجرا دست داشته تیم اثر پلیس تو قسمت اتاق خواب ناهید اثر انگشت امیر رو پیدا کرده بوده اما چون اثر انگشت شیوا هم وجود داشته فکر کردن شاید چیز مشکوکی نباشه اما وقتی مشخص میشه روز حادثه امیر معلوم نبوده کجاست و نمیتونه هم ثابت کنه که جای مشخصی بوده شک پلیس به این مرد بیشتر میشه طی بررسی های تخصصی تری هم که صورت میگیره رصد مخابراتی مشخص میکنه که امیر روز حادثه در اطراف ویلای حمیدینا بوده این پسر با توجه به این مدارک به عنوان مزنون پرونده بازداشت میشه امیر توی اداره پلیس سعی میکنه تا ماجرا رو مخفی کنه اما طی بازجویی هایی که انجام میشه مجبور به اعتراف میشه اون پرده از جنایتی که انجام داده بر می داره. امیر میگه به خاطر اینکه مال و اموال پدر زن و مادر زنش به همسر و دخترش برسه دست به چنین کاری زده این مرد توی تشریح ماجرا میگه چهارده سال پیش از طریق رفقای دانشگاه با شیوا آشنا شدم دختر خیلی خوبی بود و از اونجایی که وارد رابطه شده بودیم به مرور به هم علاقه شدیم و تصمیم گرفتیم تا با هم ازدواج کنیم. وضعیت خانوادگی شیواینا خیلی خوب بود عوضش منم توی تحصیلاتم خیلی قوی بودم همین موضوع باعث شد تا خانواده شیوا برام انگلت نیان و قبول کنن که من با دخترشون ازدواج کنم ما توی این سالها که با هم زندگی کردیم صاحب یه دختر بچه شدیم اسمش رو هم حنانه گذاشتیم من از همون اول که مطلع شدم خانواده شیوا وضعیت مالی عالی داره مدام دنبال راهی بودم که این مال و اموال یه جوری به زنم بعد هم به دخترم منتقل بشه خیلی سعی می کردم تا حمید پدر زنم رو متقاعد کنم شیوا به هیچ عنوان از این ماجرا با خبر نبود و نمیدونست من دارم چنین کاری میکنم بعد از مدتها تلاش دیدم هنوز خیلی فاصله هست تا این کار و پدرزنم هم به هیچ عنوان همچین قصدی نداره شیوا تنها وارث خانواده بود اما نمیدونم حمید چرا نمیخواست تا اموالش رو به اون بده من که دیگه خسته شده بودم نقشه قتل اونها رو کشیدم امیر میگه روز حادثه خونه ی حمیدینا بودم داشتیم با هم حرف میزدیم که متوجه شدم اونا میخوان به ویلای طالقان برن و چند روزی اونجا مشغول باشن من از قبل یه رو از کلیدهای همه ی ویلاها درست کرده بودم و هر وقت که دلمون میخواست با دخترم و همسرم به اونجا میرفتیم وقتی از این موضوع با خبر شدم تصمیم گرفتم تا اونجا بالا سر پدر زنم برم و به زور کاغذای مربوط به انتقال اموال رو مهر و امضا بزنم حوالی شب بود که به ویلا رسیدم میدونستم دور و اطراف دوربین مدار بسته است برای همین صورتم رو پوشوندم و ظاهرم رو اونقدری تغییر دادم تا پلیس نتونه تشخیص بده که منم اشتباه هم اینجا بود که با کلید وارد خونه شدم و همین قضیه هم باعث شد که من لو برم وقتی وارد خونه شدم پدرزنم توی راپله بود فکر کرد که من دزدم و اصلا به هم فرصت نداد با چوب به هم حمله کرد منم با چاقویی که دستم بود امونش ندادم و چند تا ضربه به شکم و سینش زدم خون زیادی ازش میرفت روی زمین افتاد ترسیده بودم فکر میکردم اگه مادر زنم زنده بمونه ماجرا رو لو میده برای همین وارد خونه شدم تا اون رو هم بکشم مادرزنم توی اتاق بود با دیدن من ترسید من صورتم رو باز کردم وقتی من و چاقوی توی دستم و دید فهمید که برای چه کاری اومدم برای همین به سمتم حمله کرد و با ناخونهاش صورت و دستم و زخم کرد به زور انداختمش روی تخت و اول با چاقو به سینه سر بزدم بعد هم گلوش و بریدم نمیدونم چرا اما یه جورایی انگار داشتم هرسم و سرش خالی میکردم مادر زنم از اول هم حس خوبی به هم نمیداد و زیاد ازش خوشم نمیومد حسابی گیت شده بودم و اصلا اوضاع خوبی نداشتم نمیدونستم باید چی کار کنم جنازه ناهید رو همون جوری روی تخت رها کردم و جنازه حمید رو هم به زیر پله بردم سریع به اتاق حمید رفتم و هارد و دوربین ها رو برداشتم تلفن های اونها رو هم برداشتم و با خودم بردم حوالی ویلا بودم که همسرم تماس گرفت بعد از اینکه با اون حرف زدم لباسامو عوض کردم و چاقو رو هم توی یه سطل زباله انداختم بعد هم از اونجا رفتم پلیس اظهارات امیر رو ثبت میکنه و همه چیز بر علیه او بوده معمورا میخواستن تا پرونده رو به دادگاه بفرستن که این وسط با موضوعات دیگه ای هم مواجه میشن طبق گفته های امیر اون به خاطر اینکه اموال حمید به زنش برسه دست به چنین کاری زده بوده از طرفی توی بررسی های پلیس مشخص میشه که شیوای برادر داشته که هفت سال قبل یعنی سال 95 به طرز مشکوکی به قتل رسیده بوده قاتل اون دستگیر شده بوده اما به قتل اعتراف نکرده برای همین پرونده هنوز باز بوده و اون فرد هم توی زندان طبق بررسی هایی که پلیس تو سال 95 انجام داده بوده ماجرا به این شکل بوده که برادر شیوا حسام رشته داروسازی خونده بوده و توی یه شرکت داروسازی مشغول به کار بوده اون هر روز با سرویس به شرکت میرفته. روز حادثه سرویس به دنبالش نمیاد برای همین تصمیم میگیره تا با یه تاکسی خودش رو به محل کارش برسونه طبق مستنداتی که به دست اومده بوده حسام بعد از اون روز پیداش نمیشه خانواده اون نگران حال بچهش میشن چرا که هر چقدر بهش زنگ میزنن تلفنش خاموش بوده دو سه روزی از ماجرا میگذره تا اونها گزارش مفقودی حسام رو به پلیس میدن مامورا در تحقیقات برای جستجوی اون بودن که یه تعداد راننده توی اتوبان خرازی به پلیس زنگ میزنن و خبر میدن که یه جنازه کنار جاده وجود داره و معلوم نیست برای چه کسیه مامورا سریعا به محل میرن با بررسی هایی هم که صورت میگیره مشخص میشه که اون حسامه حدس پلیس بر این بوده که حسام بر اثر تصادف جون خودش رو از دست داده اما تحقیقات پزشکی قانونی یه چیز دیگه میگه کارشناسای پزشکی قانونی توی بررسی جنازه به این نتیجه میرسن که حسام چند روز پیش بر اثر مسدود شدن راه تنفسیش یا همون خفگی جون خودش رو از دست داده با وجود این قضیه مشخص میشه که این یه قتله و مامورا سعی میکنن طی تحقیقات تخصصی خودشون قاتل رو پیدا کنن اما هفت ماه از این قضیه میگذره و خبری نمیشه که نمیشه تا اینکه طی رصدهای مخابراتی مشخص میشه گوشی تلفن حسام که توی این مدت خاموش بوده روشن شده و در حال استفاده است طی بررسی ها محل دقیق گوشی مشخص میشه معلوم میشه گوشی تو یکی از روستاهای اطراف اصفهانه مامورات تحقیقات بیشتر متوجه میشن گوشی دست یه زنیه که دوتا هم بچه داره پلیس ماجرا رو از این زن پیگیر میشه اونم میگه چند روز پیش همسرش این گوشی رو براش کادو گرفته و دیگه از چیزی خبر نداره مامورا همسر این زن رو پیدا میکنن اون راننده تاکسی و سمت غرب تهران مشغول به کاره این مرد توی اداره پلیس میگه از هیچی خبر نداره و نمیدونه هم که این گوشی برای کیه اون میگه مدتیه که برای کار به تهران اومده صبح مسافرکشی میکنه و شبها هم توی ماشین میخوابه یه شب که مشغول مسافرکشی کشی بوده بعد از تموم شدن کارش وقتی میخواسته به خوابه زیر صندلی خودش متوجه این گوشی میشه فکر میکنه برای یکی از مسافراست شارژش تموم شده بوده و روشن نبوده اون میگه منتظر موندم تا صاحبش پیدا بشه آخه من به صورت خطی توی مسیر مشخص کار میکنم هفت ماهی منتظر موندم اما خبری نشد برای همین هم براش یه شارژر خریدم و اون رو به همسرم کادو دادم پلیس این پرونده رو تکمیل کرده بوده و حرفای این مرد رو رد میکنه توی دادگاه هم علیه اون حکم صادر میشه اما پرونده به دیوان عالی کشور میره و قضات اونجا رأی رو میشکنن ادله اونها این بوده که راننده ی تاکسی به قتل خودش اعتراف نکرده و تا زمانی که اعتراف نکنه اون قاتل شناخته نمیشه از طرفی مدارکی که بتونه این فرد رو متهم نشون بده کم بوده برای همین این فرد راهی زندان میشه تا تحقیقات برای این پرونده همچنان ادامه داشته باشه حالا بعد از گذشت هفت سال امیر رازهای این پرونده رو هم فاش میکنه اون میگه به خاطر همون موضوع ارث و میراس برای اینکه میراس حمید به زن و بچهش برسه برادر شیوا رو هم به قتل رسونده بوده امیر در تشریح ماجرا میگه بعد از اینکه تصمیم به قتل حسام گرفتم از اونجایی که میدونستم اون هر روز با سرویس به سر کار میره چند روزی به محله اونا میرفتم و منتظر بودم تا توی موقعیت مناسب نقشم رو عملی کنم بالاخره بعد از گذشت چند روز سرویس حسام به خاطر مشکلی که براش به وجود اومده بود دنبال اون نیومد من جوری که حسام شک نکنه خیلی اتفاقی از اونجا رد شدم و با دیدن حسام ماشین رو نگه داشتم تا اون رو هم سوار کنم به بهونه رسوندنش با هم از اونجا رفتیم توی مسیر توی مکان خلوتی ماشین رو نگه داشتم حسام جسه کوچیکی داشت و زورش هم به هم نمی حدودا هم سی و دو سال سن داشت در طول مسیر باش جرابست کرده بودم هم اون و هم من عصبی بودیم توی ماشین تو اون مکان خلوت خفش کردم و بعد از اینکه نفسش بند اومد جنازش رو با ماشین به اتوبان خرازی بردم و جوری که کسی متوجهش نشه کنار جاده انداختم گوشیش رو برداشته بودم و خاموش کردم برای اینکه رد گم کنم به محلشون برگشتم و سوار یکی از تاکسی های خطی شدم و گوشی رو زیر صندلی اون ماشین انداختم بعد هم از اونجا رفتم مدتی از ماجرا گذشت تا اینکه فهمیدم قضیه لو رفته نگران شده بودم که نکنه لو برم اما متوجه شدم مامورا به همون راننده تاکسی شک کردن منم اتفاقا توی تحقیقات علیه همون راننده تاکسی حرف زدم حتی گفتم چند باری اون رو در حالی که داشته حسام رو تعقیب میکرده دیدم امیر توی اداره پلیس میگه من برای اینکه بتونم به خواستم برسم برادر زنم پدرش و مادرش رو به قتل رسوندم میدونم که همسرم به هیچ عنوان منو نخواهد بخشید اما من همه این کارها رو به خاطر اون و دخترم انجام دادم. حالا هم میدونم که قرار همسرم برای من تصمیم بگیره اما ازش خواهش میکنم که منو ببخشه شیوا بعد از فهمیدن همه این ماجراها به شدت داغون شده بوده چرا که همه خانوادهشو به خاطر پول از دست داده بدتر از همه شوهرش باعث چنین کاری شده اون توی اظهارات خودش تو اداره پلیس میگه به هیچ عنوان شوهرش رو نخواهد بخشید و درخواست قصاص داره میخواد تا امیر به اشد مجازات برسه شاید درس عبرتی باشه برای بقیه مامورا پرونده امیر رو تکمیل میکنند. در حال حاضر پرونده روند اداری خودش رو طی کرده و قراره که در چند روز آینده دادگاه این متهم برگزار بشه مسلما با توجه به خواسته شیوا این مرد محکوم به قصاص و اعدام خواهد شد خیلی خوشحالم که تا اینجای پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به جزئیات خیانت مردی به زنش جلوی چشمای اون توی خونه خالی هست رو حتما 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 ببینید